درود بیکران دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. درون مرز جای جای کشور سوالاتی وجود داشته و داره که براتون توضیح میدم. در درجه اول باید سپاسگزاری بکنم از همه شما عاشقان به ایران، فدایان ایران که سعی کوشش به عمل آوردید تا بقیه جامعه رو باخبر بکنید از آنچه که داره اتفاق میفته درون کشور. ولی این صحبت ها بسیار مهم هست که بدونید در این ساعات حساس از رسیدن به جریاناتی که میره شکل بگیره. از اونجایی که تلگرام من دچار حمله سایبری از طرف حکومت اسلامی شده و همچنین وبسایت خودم ایران بزرگ، بسیاری از راه ها رو بستن تا من نتونم با شما در تماس باشم. یعنی هزاران هزار دلار خرج کردن اینها تا بتونن از این طریق از طرف شرکت های بسیار بسیار حرفه‌ای مسائلی رو به وجود بیارن تا این حرکت سایبری شکل بگیره که ما به دنبالش هستیم که چه باید کرد. حال اون مسئله است که من باید حلش بکنم، که شما قسمتی از فیلم رو فقط قرار دادم که بدونید. من سپاسگزار از شما هستم که فیلم ارسال میکنید از جریاناتی که در شهرهای مختلف اتفاق افتاد در روز رستاخیز و همچنین امروز و پیام خودتون رو میفرستید، اما هزاران پیام فرستاده شده اما نمیتونیم بازش بکنیم، نمیتونیم به فیلم ها دست پیدا بکنیم تا شرایطی به وجود بیاد متعادل و عادی که من بتونم دسترسی پیدا بکنم و اونها رو تا حدودی برای مردم پخش بکنم. تا حدودی خیلی خیلی کوتاه و مختصر به بعضی از پیام ها توجه کردم، پیام های ارسالی در روز رستاخیز از جای جای کشور که شرح حال رو بهش پرداخته بودن. هزاران هزار ایرانی در سر تا سر کشور از شهرهای مختلف، چه تهران چه سایر شهرها، دست به تظاهرات زده بودن، اما تظاهرات آرام که همون شکل اول بود در واقع، که مردم هدایت شدن به پیاده روها و غیره که بعداً بهش خواهیم پرداخت وقتی که بیشتر جریان کار به دستم برسه، و دقیقاً اون شکل اولی رو که من براتون توضیح داده بودم بهش برخورد کردیم. اما این صحبتی که دارم میکنم در رابطه با این هستش که الان کجا قرار گرفتیم و چه باید کرد. پرسش هایی هستش در رابطه با هموطنان شهرستانی که به تهران آمدن در طول تمام این مدت و اونها خواستار این شدن که وضعیتشون مشخص بشه. من فقط براتون جریانات رو توضیح میدم که داریم به کجا نزدیک میشیم و بعد شرایطی رو که شما دارید برای خودتون تصمیم بگیرید که چه میخواهید بکنید. آیا میخواهید به شهرستان خودتون بازگردید یا در تهران بمانید. من فقط میتونم این گزارش ها رو براتون بدم و با تجربیاتی که دارم براتون توضیح بدم که ما شاهد چه جریاناتی در آینده نچندان دور خواهیم بود. خدمتون عرض بکنم که روزهایی رو که داریم ازش عبور میکنیم دقیقاً برابری داره میکنه با سال 88. یعنی دو جریانی که نظام به راه انداخت، اون زمان هاشمی رفسنجانی روی کار بود و پشت این جریان بود و جریانی که رهبری پشتش بود با نام تندروها و محافظه‌کاران که احمدی نژاد نماینده اونها بود. وقتی مردم رفتن رأی دادن از ترس نیامدن احمدی نژاد، مردم به روحانی رأی دادن با تمام تحریم هایی که اپوزیسیون گذاشت، گفت آقا تحریم کنید در منازل بنشینید، اما مردم رفتن رأی دادن و میدونیم دقیقا چه اتفاقی افتاد. وقتی مردم تقلب آشکار حکومت رو دیدن به خیابون ها اومدن، میلیون ها نفر اول گفتن رأی من کو و بعد مواجه شدن با چشم‌پوشی کاخ سفید از این حرکت و دخالت ندادن خودش در خیزش ملی میهنی مردم در اون زمان و گرفتن دستور تیر از روسیه و فرستادن مردم به منازل توسط رهبری اون جریان، یعنی موسوی و کروبی، که آقا ما ساختار شکن نیستیم و به منازل خودتون بازگردید. مردم بعد از شناسایی شدن به منازلشون هدایت شدن و درگیری هایی هم به وجود اومد که دقیقا دیگه باهاش آشنا هستید. ندا، سهراب، اشکان، ترانه و صدها و صدها هموطن عزیز و ارجمندمون به خصوص در تهران یکی پس از دیگری کشته شدند یا دستگیر شدند یا به زندان ها فرستاده شدند، که تمام این داستان ها رو میدونید. من فقط دارم اینو خدمتتون عرض میکنم که تجربه به آسانی به دست نمیاد. ما بعد از گذشتن از تمام این روزها دقیقاً در چنین شرایطی قرار گرفتیم. وقتی شما به تصاویر نگاه میکنید در مشهد، در تهران، در اصفهان، در شیراز، در همدان، در جای جای کشور، وقتی که هر دو جناح حکومت برای سخنرانی میرن، درگیری هایی به وجود میاد و
زد و خوردهایی وجود داره و مردم دارن شعارهای خودشون رو در قالب فرض بگیرید چسباندن خودشون به روحانی میدن. خب همونطور که به من گزارش دادن ده بسیاری از فدایان ایران خودشون رو وارد جریانات کردن و دارن شعار فدایان رو به همراه بقیه هموطنان که در این جریان ها هستن میدن که خواسته های جامعه ایرانیه. منتها خودشون رو این بار به خاطر ترس و وحشتی که مجدداً از نظام داشته و دارن که حق هم دارن این حکومت تا دندان مسلح هست و اومده برای غارت و چپاول و جنایت، با چسباندن خودشون در کنار روحانی دارن این شعارها هم میدن. خب ما چه روزهایی رو در پیش داریم؟ اگر مردم این بار مجدداً همون کار رو انجام بدن، یعنی برای ترساندن وضعیت معیشتی و اقتصادی و اجتماعی خودشون رو از رئیسی دور بکنن که قاتل بالفطر هست و بچسبونن به روحانی، بگن آقا بین بد و بدتر، بین جلاد ما بریم به دنبال به قول معروف شیاد، بین بد و بدتر کدام یک رو باید انتخاب بکنیم؟ یعنی مردم بمونن بین دو تا انتخاب که همیشه هم همین گونه بوده، این بار مجددا برن به روحانی بخوان رأی بدن، چه بخوان رأی بدن، چه سکوت بکنن رأی ندن، تحریم بکنن، مطمئن بدونید که تقلب‌هایی در این کار انجام میشه و سعی کوشش هست که رئیسی رو بیارن روی کار تا رئیسی بتونه تمام جریانات رو یک پارچه بکنه، یک دست بکنه و دیگه اون عده‌ای رو هم که حتی اعتقاد داشتن به اصلاحات و اینها، اونها هم بتونن در شکل‌های متفاوت صداشون گرفته بشه و اصلا یک شکل بشه، یعنی دقیقاً بشه همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، کره شمالی. یعنی دیگه حتی مردم این انتخاب هم نداشته باشن که فرض بگیرید به خاطر چسبوندن خودشون به روحانی بتونن شعارهای فرض بگیرید فدایان ایران رو بدن. یعنی اینها این تصور رو دارند که با به وجود آوردن این شرایط، یعنی آوردن رئیسی روی کار، تمام جریانات شبیه یا ضعیف یا کوچیک رو هم نابود بکنن، یک دست بشه برای یک جریان سیاسی که میره درون کشور رخ بده. و باز دارم اینجا خدمتتون عرض میکنم در طول تمام این سالها که 20 سال از این جریانات در اختیار اصلاحات بود یا شکلی از اصلاحات، یعنی 8 سال رفسنجانی، 8 سال خاتمی، 4 سال روحانی که میشه 20 سال، کشور ما هر روز افت کرد. چرا که ساختار این نظام بر پایه قانون اساسیش هست و به هیچ عنوان مردم به جایی نخواهند رسید که به هر کدام از این نمایندگانی که از طرف حاکمیت اسلامی به مردم معرفی میشه، مردم زمانی میتونن به خواسته هاشون دست پیدا بکنن که از قانون اساسی حکومت اسلامی عبور بکنن. یکی از اهداف مشخصه ما در جنبش فدایانم دقیقاً همین هست. از همین رو با شما این مقدار وقت گذاشته شده که به این آگاهی دست پیدا بکنید که با عوض شدن یک شخص با شخص دیگری هیچ اتفاقی برای شما نمیفته، بلکه میتونید بدتر بشید. اما همونطور که انتخاب بین بد و بدتر هست، شرایط رو هم که بعد از انتخابات و یا انتصابات انجام میشه بد و بدتر هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بین رئیسی که بدتر هست و یا روحانی که بد هست یک نفر رو انتخاب میکنید، میرید به بده رأی میدید به فکر اینکه خب حالا این دیگه بد هست، ولی در جریان پس از انتصابات شما در فکر این هستید که دیگه به خاطر یه تار موی یه دختر که بیرون هست، مثلا جریانی که در اصفهان اتفاق افتاد، دختر 18 ساله گرفتن به زور با چماق به جان این دختر افتادن و دستبند زدن بردنش و بعد درگیری مسلحانه و چند تیرم اونجا در شد که من سعی کردم فیلمش رو روی کانال قرار بدم، جزو فیلم هایی بود که در روز 26 به دست ما از اصفهان رسیده بود. خدمتتون عرض بکنم که جریانات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم میره که تغییر پیدا بکنه بعد از انتصابات. یعنی مردم در آیندهشون هم به این فکر هستن که زندگیشون بدتر بشه یا اینکه در همین بد باقی بمونن. از همین رو هستش که خیلی از کانال های حتی لس آنجلسی هم دیدم که شنیدم که برید رأی بدید و نمیدونم اینجور چیزا، رأی خالی بندازید و تحریم بکنید و از اینجور مسائل که ما به اندازه کافی برای مردم توضیح دادیم. تصمیم تاریخی و در واقع شناخت جامعه از افراد بماند برای
پاسخ به تاریخ که مردم ایران تمام این روزها رو ازش عبور خواهند کرد و روزی فراهم خواهد آمد که مردم در یک فضای راحت‌تر و آزاد بتونن به گذشته‌ای که گذشت و چه کسانی چه کارهایی انجام دادن و چه اعمالی انجام دادن، چه سخنهایی گفتن، قضاوت آنچه که گذشته است تا به امروز با تاریخ، که من نمیخوام اصلا بهش الان بپردازم، ولی این رو بازم بهش اضافه میکنم که فقط بدونید با جریانی که شما مردم با نام جنبش فدایان ایران به راه انداختید، کل نظام به وحشت افتاده و یکی از بزرگترین وحشتهاش همین نیروی انتظامی و نظامی بود که در سر تا سر کشور در روز 26 روز رستاخیز به کار برد تا این حرکت رو در نطفه خفه بکنه، همون چیزی هم که بود ما توضیح داده بودیم. یکی از پیام‌هایی که امروز از تهران دریافت کردم، حضور و وجود اعراب به صورت مشخص که ایرانی نیستند در تهران و کسانی که شهروندان تهرانی هستند در شهر تهران زندگی میکنند، دقیقاً این مسئله رو دارن باهاش متوجه میشن و میبینن که این نیروها، این افراد اصلا از کجا اومدن. ولی پیامی رو که دارم خدمتتون عرض میکنم، پیام خیلی روشنه. اگر شما با تصاویری، با شرایطی که برای مردم به وجود آوردند، با روزگاری مواجه شدید که شبیه به دوران 88 هست و شما با خیزش عمومیتون به خیابون ها میاد، یادتون باشه از این موقعیت تاریخی میبایست استفاده بکنید، به خانه ها بر نگردید و اون موقع هدایت و رهبری آخوند رو دیگه نپذیرید به هیچ عنوان. وقتی که میلیون ها نفر از شما تو خیابون ها هستید، بدونید که همون میلیون ها نفر دقیقاً میدونن که شرایط رو بین بد و بدتر انتخاب کردن، ولی از این موقعیت باید استفاده بکنید. دیگه در اون شرایط دیگه به هیچ عنوان به حرف روحانی گوش ندید و کشور رو به دست بگیرید. در غیر این صورت مجدداً شکست خواهید خورد، مجدداً روزگار سیاه‌تری رو خواهید داشت. و من در رابطه با روزگار سیاهی که کشورهای دیگه دارن جمع میشن تا برنامه‌ریزی کلی بکنن با یک نظر، یعنی به یک توافق، به یک پروتکل کافی دست پیدا بکنن و مشخص، به خصوص در منطقه با وضعیتی که اسرائیل داشته و داره به خاطر گرفتاری‌هاش و درگیری‌هاش با کشورهای عربی، ولی بتونن به یک نتیجه کلی دست پیدا بکنن که آقا منافع خودمون رو داشته باشیم، یه مقدارم اسرائیل کوتاه بیاد و بعد بقیه کشورهای عربی هم کوتاه بیان و این بار اسرائیل بتونه نقش مهمی برای هماهنگی میان تمام این کشورها به وجود بیاره با حمله نظامی و سیاسی به منطقه، که همچنین به مطمئن باشید به جنوب عراق خواهد بود، به سوریه خواهد بود و بعد به ایران ما کشته خواهد شد، یا همزمان در همه این مناطق که دیگه بستگی داره که در اون پروتکل ها چه چیزایی بنویسن و کسانی که هدایت کننده این جنگ هستن چه نقشه‌ای رو، چه استراتژی رو برای حمله به ایران به کار ببرن در آینده نه چندان دور، اون دیگه بستگی به اون داره. ولی شما باز دارم خدمتتون عرض میکنم، هنوز فرصت هست برای مردم که از این موقعیت‌های استثنایی که به وجود اومده و در این شرایط به نفع خودتون و تاریخ تموم بکنید. و باز تکرار میکنم، هموطنانی که در شهرستان ها هست، در شهر تهران هستن و شهرستانی هستن، بستگی به خودشون داره که چه مقدار و چه میزان تاب و توان ایستادگی درون تهران رو دارن. اگر ندارید به منازل خودتون بازگردید در شهرستان ها ولی این رو بدونید که من و ما همیشه سپاسگزاری خواهیم کرد از شما و شما بدونید که این جریان رو به راه انداختید، یعنی برای اولین بار در تاریخ ما مردم برای ضربه زدن به حاکمیت ولایت فقیه و قانون اساسی به خیابون ها اومدند، نگفتن دیگه رأی من کو، نگفتن آقا ایکس و ایگرگ، مستقیمن اومدن نیزه رو گذاشتن روی حاکمیت. از همین رو هستش که هم به من حمله شده. اصلا شما نگاه بکنید، تمام اشخاصی که تا به امروز نقاب داشتن نقاب ها رو برداشتن. من فقط یه قسمت شو خدمتون عرض بکنم که بازم بیشتر متوجه بشید، یعنی برای شما خیلی بیشتر باید مشخص باشه. کسانی که یک شکلی رو براتون میگن، شما در جنگید، بارها خدمتون عرض کردم شما در جنگید و این شرایط هر روز داره نظامی تر میشه درون کشور، نظامی و انتظامی و حکومت نظامی کامل هست از طرف حاکمیت اسلامی و تمام کشورها دارن نقشه میکشن که چگونه برخورد بشه با کشور ما
و بعد میلیون ها نفر از بین برن، آقایون میان میشینن طرح نمیدونم فرهنگی میریزن. آقا برید بشینید کتاب بخونید. ما احتیاج الان داریم در به جامعه ایرانی که شما برید کار فرهنگی بکنید، کتاب بخونید. یعنی سرد کردن مردم، خط نادرست دادن به مردم در یک جریان سیاسی، البته خوشبختانه اینا یه 100 نفر 200 نفر بیشتر اونم در دنیای مجازی که با اسمهای متفاوت هستن، شخصیتهای مشخص نیستن، یعنی حقیقی و حقوقی نیستن، فقط در همین سطح چند تا لایک در فیسبوک هستن و در همین سطح هستن. ولی دارم کلا خدمتتون عرض میکنم تمام کارهایی رو که وزارت اطلاعات ایران از ایران به دست گرفته علیه من و جریان جنبش فدایان ایران که شما به صورت مشخص دارید میبینید، دست این آقایون هست. منتها اشکال چیه؟ اشکال طرفدار رضا شاه، طرفدار شاهزاده، طرفدار محمد رضا شاه پهلوی. و بر من خیلی هم جالبه اشخاص میان فرض بگیرید عکس رضا شاه رو میذارن، عکس محمد رضا شاه پهلوی رو میذارن، بعد به پسرش نوش فوش ناموسی میدن یا فوش سیاسی میدن. این دیگه زشترینه، یعنی کثیف‌ترین نوع برخورد با یک جریان سیاسی اینه که شما بیاید، این دقیقاً کار وزارت اطلاعات بوده و هست که شما برید بچسبید به قوی‌ترین فرض بگیرید یک جریانی که ریشه در ملت و هویت داره و بعد توسط طرفداری از پدر بزرگ و از پدر ایشون نوش رو بگیرید نابود بکنید. در جریانات تلویزیونی هم همینطور بوده، اومدن کاسبی به راه انداختن از خدماتی که رضا شاه بزرگ انجام داده، از خدماتی که محمد رضا شاه انجام داده استفاده کردن، قربون صدقه اون رفتن، به مردم جنس فروختن، پول در آوردن، اما پسرش رو زدن، یعنی شاهزاده رضا پهلوی رو. هر آنچه که از دهنشون در می اومده به ایشون گفتن، هر ناسزایی بوده گفتن. یعنی این کثیف‌ترین برخوردی بود که از طرف وزارت اطلاعات چه در رسانه‌ها انجام شده، به مدیران رسانه دستور داده شده، پول کلانی هم داده شده. نگاه به گردن کش کردن افراد نکنید اصلا. ولی شباهت ها رو دارم میگم که همیشه خدمتتون عرض کردم، نگاه نکنید کی چقدر قشنگ صحبت میکنه، ببینید کجا پیادتون میکنه. یعنی همون چیزی رو که حاکمیت اسلامی درون کشور میخواد و ولایت فقیه، که آقا حرف حرف منه، بقیه باید کوبیده بشند و مردم باید بیان رأی بدند و فرقی هم نمی کنید که شما به کدوم یکی اینو رأی بدید. خودش داره مستقیما میگه، یعنی ولایت فقیه داره میگه آقا فرق نمی کنه به هر کدوم اینا میخواین رأی بدید، حاکم منم در نهایت. یعنی داره میگه آقا با هم زیاد درگیر نشید، ولی به مردم تا میتونید وعده وعید دروغین بدید. این افرادی هم که در خارج از کشور با نام اپوزیسیون، روشنفکر، روشنگر، مدیر تلویزیون، برنامه‌ساز هستن، دقیقاً همین کارو انجام دادن. یعنی فقط کارشون اشغالگیری، اشکال تراشیدن، توهین کردن به سایر شخصیت‌های سیاسی بوده و هیچ چیزی در دست ندارن. اصلا هیچ برنامه‌ای نمیگن. تنها کارشون اینه که میگن ما الان در جنگیم. دشمن داره هر روز پیشروی می‌کنه. کشور داره از دست میره. تمام جهان داره نقشه می‌کشه که به ایران حمله کنه. آقایون نشستن عکس پادشاه‌ها رو گذاشتن. یه بار به شاهزاده رضا پهلوی فوش و ناسزا میدن، از این طرف به من، و بعد مسخره کردن اپوزیسیون و تمام فعالیت ها و غیره و غیره و غیره، و هیچ برنامه مشخصی ندارن، هیچی. وزارت اطلاعات هم تا بخواید در اختیار اینها همه چی قرار میده. آقا برید بگید بله، برید بگید هر چی دوستایی راجب شنیدن بگید. اینو دارم خدمتتون عرض میکنم، آگاه باشید از کثیف‌ترین و بیشرمانه ترین روش ها استفاده می کنن برای نابودی کشور. و همیشه یادتون باشید این افراد خودشون رو می چسبونن به هویت ایرانی بیشتر، چون کسی که بیاد بگه مثلا من اصلا ایرانی ها رو دوست ندارم و فلان اینها، که دیگه مردم باشون برخورد آنچنانی می کنن. از چه دری وارد می شن؟ پادشاهان پهلوی، ولی زدن شاهزاده رضا پهلوی. بزنید تا می تونید ریشه‌شو بزنید. دیگه در رسانه ها دیدید، از مدیران دیدید تا برنامه سازان و تا افراد متفاوت. آقا برید بزنید هر چی که دوست دارید به ایشون بگید. و بعد
ریشه زدن فرض بگیرید فعالین سیاسی که مثل من هستن یا بخش مشخصی از جامعه طرفدار نه فقط من باشه، طرفدار اون چیزیه که دارم بهش میگم، اون آگاهیه که بهش دادم، اینها با اون آگاهی که من دارم میدم مشکل دارند. اگه نگاه بکنه اگه مشکل نشن، در طول تمام این 38 سال هیچ جریان سیاسی، هیچ شخصیت سیاسی اینطوری حمله سایبری بهش نشده که دارم انجام میدم و براتون صحبت میکنم. هیچ کس، هیچ جریان سیاسی حمله سایبری بهش نشده. الان 48 ساعته که اینا یک دقیقه متوقف نشدند. اینو فقط من دیگه وارد دیتیلش نمیشم، داریم سعی میکنیم که تماس برقرار بکنیم و بگیم که آقا اینها از کجا هستن، از کدوم کشورها هستن، از چه سیستمی استفاده میکنن. بماند، اون وظیفه من هست که سعی کوششم رو دارم انجام میدم. این یک جنگ نابرابره، جنگی که اونها با پول ملت ایران، میلیاردها دلار پول ملت ایران، افراد در خارج از کشور میفرستن. باز دارم تکرار میکنم، اینو خوب گوش بدید. احتیاج نیست من بگم کی مزدوره کی مزدور نیست، کی پول گرفته، کی با وزارت اطلاعات، کی مأمور حکومت اسلامی، کی نیست، چون تعدادشون کم هم نیستن. ولی اینو خدمتتون عرض می‌کنم، من راهو یعنی اون آشنایی رو بر شما باز میکنم و نشون میدم که خودتون دیگه بشناسید، قضاوت بکنید. هر کسی که اومد عکس شاهزاده رو، عکس پادشاهان پهلوی رو گذاشت، به پسرش توهین کرد، بدونید مزدوره. هر کسی خودش رو چسبون به رضا شاه و چسبون به پادشاهی و چسبون به کوروش و چسبون به محمد رضا شاه پهلوی و آریامهر کرد ولی خواست بقیه اپوزیسیون رو بزنه، بدونید مزدوره. هیچ ایرانی وطن پرستی، هیچ ایرانی وطن پرستی در هیچ زمانی از تاریخ ما، از دوره‌ای که ایران بوده تا به امروز، که خواسته کاری مفید برای جامعش انجام بده، شما نمی‌بینید که به فرض یک شخص دیگری که اسمش هم به فرض یک جنگجو باشه بیاد برابر این بیسته. اما این جریانات رو به راه میندازند، این جریانات رو به راه میندازند که بیان. یعنی شما در هیچ کشوری هم نمیبینید که اپوزیسیونش افرادی به پا بریزن و بخوان تیشه به ریشه یه نفر دیگه بزنن. این فقط در همین اپوزیسیون، به اصطلاح اپوزیسیون ما، داره شکل میگیره که مردم شاید فکر کنن بله آقا فلانی چقدر کشته مرده، پادشاه و تاریخ ایران، فلانی چقدر کشته مرده، رضا شاه، فلانی چقدر کشته مرده، محمد رضا شاه. ولی ببینید با پسرش چه میکنند، با پسرش چه میکنند. یعنی از ریشه زدن تمام جریانات سیاسی و شما رو فرستادن به قول معروف به دنبال قرقره صورتی. یعنی اینکه شما آقا احتیاج دارید به این 80 میلیونی که در ایران هست و این شرایطیه که دیگه همه داریم میبینیم، برو بگو آقا فعلا باید بری خونه بشین کتاب بخونی، تحریم انتخابات، برو بشین کتاب بخون، احتیاج به کار فرهنگی داریم، شاید مثلا 100 سال دیگه که بعدا ما تجزیه بشیم در همین ماهای آینده و حمله بهمون بکنن و میلیون ها نفر کشته بشن، آقایون بگه دیدی نگفتن شما احتیاج به کار فرهنگی داری، شما باید کتاب بخونی تا این داستان به سرتون پیش نیاد. این جریانه. وزارت اطلاعات هم تا میتونه به اینها خوراک میده، تا میتونه که آقا مسخره بکنید، ریشه بزنید، بخندونید، از هر چیزی که میتونید استفاده بکنید برای اینکه به شمیرانی حمله بکنید، به جریان فدایان حمله بکنید و فقط کارتون حمله کردن باشه، هیچ برنامه‌ای هم نداشته باشین. تا هم مردم بهتون گیر میدن بگید آقا جاوید رضا شاه، من مفسر تاریخ به فرض مثلا فلان زرتشتم، من فلانم، من این داستاناست. یعنی شما این برنامه ها رو به صورت مشخص هم دارید میبینید هم دارید ازش عبور میکنید. اما از این نخاله ها که بگذاریم که توسط وزارت اطلاعات تغذیه میشند، من فقط اینگونه خدمتون توضیح بدم که واقعیت اینه که کشور ما در خطر بوده و هست عزیزانم، و هر بار، هر چند سال یک بار شاید یک موقعیتی به وجود بیاد تا این ملت و این کشور بتونه خودش رو نجات بده. داریم مجدداً به اون روزها میرسیم. اگر تمام این جریاناتی که در فدایان ایران اتفاق افتاد و من این همه بر سرش ایستادم، به دلیل اینکه میدونستم ما داریم مجدداً به این داستان‌ها میرسیم و دارم سعی و کوشش میکنم
که یک این جریان انتصابات هست قبلش جلوش بیستیم، دو اگر ازش عبور کرد باز حضور داشته باشیم، باز خواسته هامون رو مطرح کنیم، به خانه ها باز نگریم، حتی به جایی کشته بشه که مردم بتونن خودشون برای خودشون تصمیم گیری بکنن و دیگه به خانه ها باز نگردن، و با علم به این که دارن به آبشار مرگ نزدیک میشن و تمام کشورهای عربی به همراه اسرائیل و کشور ترکیه و سایر کشورهای غربی دارن تصمیم گیری های جدی در رابطه با خاک کشور ما میگیرن و به امضا میرسونن، و اگر اونها به امضا برسه تموم شده است، یعنی شما میلیون ها نفر رو میبینید که از دست میدید، و همین کسانی که با نام بسیجی و سپاهی اینا اولین قربانیان تمام اون دوران خواهند بود، اولین کسانی هستن که در کمتر از یک ساعت جان خواهند باخت، و دیگه این مردم بیدفاع ایران نیستن، اینها افرادی هستن مسلح که مستقیما میان، میگم دیگه قلدرتر از صدام حسین نبود، قلدرتر از قذافی نبود که میومد توی سازمان ملل و میدید برگه ها رو پخش میکرد رو هوا و میرفت چادر میزد و اینها رو قبول نداشت و غیره، دیدید به چه صورت در اومد. یعنی اگر جریانات سیاسی جهان به یک نتایجی دست پیدا بکنن، کشورها رو اسای جهان، سلاطین جهان به یک نتایجی دست پیدا بکنن که امکان نگه داشتن این داستان نیست، مطمئن بدونید براتون تصمیم خواهم گرفت. و من هی اینها رو برای شما توضیح میدم، باز توضیح میدم که جامعه متوجه بشه هنوز فرصت هست که بتونیم برابر این نقشه ها بایستیم، تا قبل از اینکه اون پروتکل ها امضا بشه به صورت مشخص امضا بشه، مهر بشه، سیل بشه، بیاد زمین، و بعد اون موقع دیگه نمیشه جلوی هیچ کدوم از اینها رو گرفت. حق خودشون میدونن، اسمش هم میذارن دفاع پیشگیری، همون چیزی که صدام حسین انجام داد، همون چیزی که تمام کشورهای عربی بهش پول رسوندن، همونطور که برژنسکی در دو ماه قبل از اینکه صدام حسین به ایران حمله بکنه دیدار داشت با طارق عزیز و صدام حسین، و بعد یک حمله نظامی به کشور که هیچ کس حتی فکرشو نمیکرد، شاید فقط کسانی که در مرز بودن میدونستن که چه اتفاقی داره میفته، و اطلاعاتش به صورت خبر گاه گداری در 6 ماه قبل از شروع جنگ در روزنامه اطلاعات و کیهان به چاپ می‌رسید، اما مردم به فکرشون نبود. خمینی که ماکان تحریک می‌کرد صدام حسین رو و از مردم عراق می‌خواست که به پا بخیزند، و صدام حسین با گرفتن چراغ سبز از آمریکا و با گرفتن وام‌های بدون بهره از کشورهای عربی و پشتیبانی تمام این کشورها با ریاست عربستان سعودی دست به تهاجم آشکار میزنه، هرچند که حتی در زمان صدام حسین وزارت خوبی از صدام حسین کشورهای عربی نداشتن و با هم بر سر بسیاری از مسائل به توافق نرسیده بودن، اما وقتی که منافع خودشون رو شیخ نشینای عرب در خطر دیدند که اگر این حرکت هایی که در ایران اتفاق افتاده شیعه گری و غیره میتونه به منافع اونها ضربه بزنه، یک کشور رو آمادش کردن حمله مستقیم به ایران، و ما 8 سال در این گیر کردیم، 1,000 میلیارد دلار خسارت، بیش از 500,000 زخمی و معلول، بیش از 1,000,000 کشته، و این داستانی که تا به امروز خوزستان نابود کرده. ولی این چیزی که اتفاق خواهد افتاد دیگه به حاکمیت اسلامی شیعه گرینا بسنده نمی کنه، میاد در دل ایران، چون قدرت ها به مراتب از اون زمان بیشتره، یعنی اصلا قابل تصور نیست با جنگ که اینها با صدام کردن، با این شرایط معیشتی شما، با این وضعیت، خاک ایران به تسخیر اشغالگران در میاد و دیگه هیچ کس نمیتونه نگاه به این شرایط نکنید. هموطنانم، این واقعیت رو دارم براتون توضیح میدم و باز توضیح میدم برای اینکه شما آگاه باشید که چه روزهایی در راهه، و شما کماکان وقت دارید تا بتونید این جریانات رو عوض بکنید به شکلی که اگر مردم ایران در خیابان‌ها باشند و حاکمیت رو زمین بزنند میتونن برابر این جریانات بایستند، که بگن آقا حاکمیت آخوند و بچه آخوند دیگه نداریم، ما هیچ جنگی با کشورهای عربی نداشتیم و نداریم، ما هیچ صدور انقلابی نداریم، ما به هیچ عنوان هیچ کدوم از این مسائلی که در طول این 38 سال توسط قانون اساسی حکومت اسلامی به اجرا در اومده رو نداریم، ازتون درخواست میکنم که متوقف بکنید. اون موقع هستن کسانی که بتونن در دیدارهای بین المللی با نشستهایی که انجام میشه به عنوان نمایندگان مردم قرار بگیرن، ولی هنوز فرصت هست عزیزانم، و
ولی آماده باشید برای یک سری جریاناتی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم که خودتون دارید می‌بینید در شهر تهران و سایر شهرستان‌ها انجام بشه. حکومت امروز، فقط این رو گزارش بدم با گزارش‌هایی که به دستم رسیده، به طور کلی از چهارراه پهلوی تا به طور کلی تجریش 10 برابر قدرتاشون رو بیشتر کردند نسبت به دیروز و حکومت نظامی کامله، یعنی تمام نیروها در خیابان پهلویه و به خصوص همون منطقه که من خدمتون عرض کردم، یعنی از تجریش تا میدان ونک. کسانی که امروز اونجا بودن میدونن دقیقا من چی میگم و زد و خوردهایی هم شده. حال اینها رو من براتون تعریف کردم که در جریان آخرین خبرها قرار بگیرید، آخرین وضعیت رو قرار بگیرید از کسانی که توسط وزارت اطلاعات از سالهای گذشته تا به امروز دستچین شدن، فرستاده شدن و میان ریشه به تیشه مردم بزنن عبور بکنید، که من میدونم قاعدتا همین گونه بوده و هست. افراد تعداد طرفدارانشون از 150-200 نفر در کل این ور اون ور بیشتر نخواهد شد، که اکثریت غریب اتفاقشون هم همون وزارت اطلاعاتی ها هستن که با نامهای متفاوت، هیچ کدوم هم اسمای حقیقی نداشته و نداره، یعنی افراد حقیقی و حقوقی نبوده و نیستن. و امیدوارم که هموطنان شهرستانی رو گوش کرده باشن، براشون خواهم فرستاد، در تلگرام هم قرار خواهم داد، همچنین در پشت پرده ها. و با سپاسگزاری میکنم، روی ماه تک تکتون رو میبوسم، امیدوارم که تندرست باشید، سربلند باشید و امیدوارم، آرزو میکنم با تمام جریاناتی که این حکومت برای سرخورده کردن مردم به وجود آورده، مردم بتونن در آخرین فرصت ها در دقیقه 90 گلیمشون از آب بکشن بیرون و خودشون رو نجات بدن، ایران رو نجات بدن از این وضعیتی که میره به نابودی میلیون ها نفر و در نهایت ایران کشیده بشه. من همیشه به شما تکیه کردم و همیشه میدونستم و قاعدتاً باز هم به شما تکیه میکنم، به مردم، و این پیام ها رو بهتون میدم و آرزوی موفقیت شما رو دارم در هر کجای ایران که هستید. مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد.